سلام، زهرا سروش هستم، اما یه زهرای دیگه. امروز خیلی خشمگین و عصبانی هم، ولی خیلی ساعت خوبیه که با خانم دکتر باشیم و صحبت کنیم راجع به خشم و عصبانیت و اتفاقی که برای خود من افتاده. خانم دکتر فرجان ذهنی عزیزمون، پژوهشگر، روانشناس و نویسندمون رو در کنارمون داریم که گفتگو کنیم بلکه حالمون بهتر بشه. سلام خانم دکتر. سلام خانم سروش عزیزم، با تمام کسانی که با ما هستن خوشحالم که دوباره یک هفته دیگه در کنار هم هستیم و مخصوصا که باید خبردار بشیم چی شده. شما انقدر گفته کی چی کار کرده؟ مثلا فضای خشم الان مد شده، مثل این که همه خشم میگیرن و عصبانیه، ولی چون برای خود من پیش اومد میخواستم خودم رو کنترل کنم، بعد عصبانی نشم، میخواستم از همه گفته های شما استفاده کنم، همه حرفایی که برام زده شده خوندم فلان استفاده کنم، ولی اون لحظه دلم میخواست فریاد بزنم، دلم میخواست بریزم بیرون، دوست داشتم ناسزا بگم تا حالم خوب بشه. اصلا دلم هم نمیخواست که به حرفای شما گوش کنم برم یه جای دیگه داد بزنم تو ماشین، دلم میخواست به اون فردی که روبرومه احساسم، ولی خیلی خودم کنترل کردم. یه داستان کوتاهی خونده بودم راجع به خشم. یه نفر اومد پیش دوستش گفتش که من عصبانی ام، اینا خلاصه دعواشون شده بود با دوست دیگرش، اونم خمیر دندون رو برداشت همینجوری فشار داد، هی اومد بیرون، هی خواست بکنه داخل، نشد، همه جا کثیف شد. گفت حرفم همینطوره، وقتی میزنی بیرون دیگه نمیره سر جاش. یه ذره کمکم کرد این مثاله، ولی خانم دکتر میخوای حالت خوب بشه، یعنی نمیتونی اون لحظه حرف بزنی، نه مغزت میکشه که منطقی باشی. واقعا ما باید چه کار کنیم وقتی که عصبانی هستیم که حالمون خوب بشه؟ ببینید، خشم یک احساس عصبانیت، یک احساس خیلی خیلی طبیعی همه ما هاست و بیشتر داره به ما ها اینو میگه که داره به هم اجحاف میشه، یه چوری یه چیزی داره به هم زور میاد و به خاطر این زور اومدنه میدونی این بلند قراره بشم و معمولا این کمک میکنه که من بلند شم، بایستم و از خودم نگهداری کنم، کاری برای خودم بکنم. این چه مهمه که اون احساس رو من بهش توجه کنم. حالا آیا این احساس داره به وجود میاد چون واقعا شخص به خصوص داره کاری میکنه یا شرایط داره کاری میکنه که من باید مواظب خودم باشم، یا اینی که نه، مثلا ممکنه که از توقعات منه، از انتظارات منه، یعنی یک شرایطی نیستش که واقعا اون شخص برای من خطر داره یا داره زور میده، ولی مدلی که من دارم برداشت میکنمه که داره این اتفاق میفته و بعد منو خشمگین میکنه. و شاید بعضی موقع ها یادآوری به خودم به اینی که ببین طرف اینقدر قدرت نداره، جریان اینقدر قدرت نداره، منم که دارم این قدرت رو بهش میدم، بزرگش میکنم، بعد دارم باهاش میجنگم، در حالی که اگه یه دقیقه عقب وایسم و ببینم نه همچین بابا ابهتی هم نداره، جریان اون شخص کاری نمیتونه بکنه تو زندگی من یا خبری نیست، خب وای میسم، خشمم فروکش میکنه، آروم میشم و بعد تصمیم میگیرم که اصلا باید چیکار بکنم با این آدمی که وجود داره. لحظه ای که ماها به خاطر برداشت خودمون و شرایط خودمون یک دفعه به خودمون اجازه میدیم که اون خشم رو رها کنیم، مدل خامش رها بکنیم، بعدش بر ممکنه برگردیم بگیم حالا احتیاجی هم نبود، رابطه ما رو خیلی داغون بکنیم. اگر صبر بکنیم، نه اینی که خشمتون رو قرار نیست راجبش هیچ وقت حرف بزنیم، فقط مهمه که اون لحظه خام بودنش رو نگه داریم، بذاریم در اون خودش اول دم بکشه، پخته شه، ببینیم چی قراره گفته بشه، چه شرایطی قراره باشه، بعد از اونجا برین صحبت بکنی، قاعدتاً نتایجش بهتر خواهد بود. مثلا میگیم اولش خودتون رو دور کنیم، اول نگه دارین، زیپ قفل خودتون رو دور کنین. حالا تو این فضای دور کردن اول رها کنین اونو، میخوای فوش بدی، به جایی که به خود طرف فوش بدی، باید تو ماشینت بشی تا دلت میخواد فوش بده، جیغ بزن، فریاد بزن، برو تو خونه یه دونه بالشت بگی، اینقدر مش بزن توش که دست درد نگیره، ولی اینقدر مش بزن تا این خلاص شه.
چهار تا بالش رو بگید دور دهنه. نه آدم ها که میان برن توی دفتر من میخواستیم خشمشون رها کنیم، خب بالاخره همه ممکن بشنون بترسن. بالش دو سه تا بالش داره میذاشتیم دور دهنش و شما جیغ بزن توی این بالش تا دلت میخواد، تا دلت میخواد فوشو بده هر چیزی که هستش. بعضی تو دهنش رو اینجا، بعضی تو دستاشون میان میگم خب حالا میگم موش زدن به بالش دیه، خورد کردن، روزنامه خورد کردن، نمیدونم یخ پرت کردن، این مثلا توپ پرت کردن و برگردوندن. بعضی تو پاشون میاد مخشم، را رفتن، دویدن، بالا و پایین پریدن. اول میمون خشم رو رها میکنیم، بعد میبینیم خب حالا پیامش چی بود، مثلا چی شده که من ناراحت شدم، آیا انتظارات منه، توقعات منه، این آدم مثلا اجحاف کرده تو مرزهای من اومده، آیا واقعا خطری برای من داره، آیا اصلا طرف چقدر ابهت داره و مثلا قدرت داره کارا رو بکنیم نکنیم، چه چیزایی که من میخوام بهش بگم، چه مرزهایی رو که من میخوام براش بذارم، حد و حدودهایی که من میخوام بذارم، چی مثلا میخوام به این بگم، چه رابطه ای رو میخوام به وجود بیارم. تازه از اونجا اینو مشخص میکنم، حالا دوباره برمیگردم یا به تلفن یا میرم میبینم یا هر چیزی، میگم به این شرایط منو ناراحت کرد، به هم برخورد، برداشت این بود، تصور این بود، چیزایی که منو ناراحت کرده این بوده، ازتم درخواست دارم اینو اینو این میدونی. و بعد تازه از اونجا شروع میکنیم ماها چی میگن معامله کردن و معادله کردن. خب نمیشه که دور بشیم، اما البته بعضی وقتا دلت میخواد که همه اینا رو بر سر اون بزنی، یعنی همه فریادا رو وقتی میری تو ماشین خودت فقط میشنوی، ولی دلت میخواد اونم اذیتش کنی. یه چیزی کتاب میشل اوباما رو خانم دکتر داشتم میخوندم که قسمت عصبانیتش رو تعریف میکرد، میگفت من وقتی که عصبانی میشم تو خونه یه توپ آتشین انگار از مهرهای کمرم از پایین به بالا حرکت میکنه و من دیگه اینقدر حرف و دادای و ناسزا رو میگم بعد که حالم خوب میشه یادم نیست چی گفتم. ولی برعکسش باراک اوباما حرفا رو شمرده و آروم و پشت سر هم به کار میبره و خیلی منطقیه، ولی همون منطقی بودن اونم بیشتر منو عصبانی میکنه. یعنی چه فاکتورایی که آدم ها این همه با هم متفاوتن؟ یه دفعه یکی اینقدر کوله خب نتیجه بهتری هم میگیره، ولی کسی که عصبانی میشه داد میزنه همیشه یا مجبور عذرخواهی بکنه یا مجبور پشیمون بشه یا مجبور ببخشه و باج بده و یه کارایی بکنه که خب به هر حال به ضررش میشه. ولی این تفاوت ها از کجا میاد؟ همه ما ها احساساتو داره، یعنی این نیستش که نداره، فقط بعضی ها عادت کردن که این احساسشون رو از فضای احساسی فقط رها کنن، بعضی ها یاد گرفتن که این احساسات رو از فیلتر منطق اول رد کنن بعد ابراز کنن. این تفاوتش اینه، همه ما ها مغز و منطقمون رو داریم، احساساتمون رو داریم. کسی که عادت کرده که اول تا احساساتش جریه دار میشه، اجازه داشته از فضای خانوادهش یا دوستانش یا هر چیزی که این رو فقط خالصانه رها کنه، خب اینو خالصانه رها کرده بعد اومده منطق رو گوش بده. کسانی هم هستن که نه، از اول در فضای خانواده معلم ها یاد گرفتن که این کار صدمه میزنه، پس اول احساساتت که میاد بیرون بشناس، از تو فیلتر منطق رد کن، بعد که فیلتر رد کردی حالا ابراز کن. به هر دوش ابراز احساساته، فقط یکیش از فضای خامه، یکی از فضایی که هر دو قسمت مغز داره استفاده میشه در آن واحد بعد داره میاد. اگر شما میگین چی میشه که اگه من دلم میخواد هرسم رو خالی بکنم، من خیلی هم باشون صحبت کردم، خانم شروعش که میگن من تا زمانی که سر خود طرف خالی نکنم و اونم هرس نکنم و نبینم که میچزه من نمیکنم، دلم خنک نمیشه. میگم خب خیلی عالیه، فقط اگه مطمئن این که دیگه این رابطه رو نمیخوان، اگه رابطه رو شما دیگه نمیخواین، میخواین کاری بکنین که طرف دو تا پا داره دو تا دیگه هم قرض کنه و در بره و دیگه هم باهاتون کاری نداشته باشه و همه جان بگیره بشینه بگه این اوه هر چی دلش میخواد بگه بکنین، فریاد بزنین، فریاد بزنین، همه چی، برای اینکه رابطه ها درست نمیمونه. اگه نه، رابطه ای که شما سر کارتونه، همسرتونه، فرزندتونه، دوست صمیمی دلتون میخواد باشه،
شما نمیتونین اینا رو پخش بکنید بعد بگید حالا اشکالی نداره. یه دونه مثالی بود که میگفت شما میتونین میخا رو بزنین توی چوب، بعدش هم میتونین یه دونه انبر در بیارین میخا رو در بیارین، ولی سوراخ ها رو دیگه نمیتونین از بین ببرین، چون میخا که رفت تو درش هم بیارین معذرت بخواه، یک جایی رو طرف از تو دیده، یک کاری رو دیده که تو حاضر نیستی، که دیگه حاضر نیستش که قلبش رو فضای امنیتش رو برای تو باز بکنه. به خاطر همین پلها شکسته میشه وقتی که ما خام دهنمون رو وا میکنیم، یک میریز میزنیم طرف، دو نیت آزار دادن طرف رو داریم و این نیت آزار دادن طرف مقابل برای طرف مقابل فضای ایجاد نمیکنه که بخواد با شما دوباره دوستی صمیمی داشته باشه و ادامه بده. اگه شما میگین بهتر نمیخوام هم داشته باشه، اصلا اون نیت داشته باشه، میگم خب اگه بهتر دیگه دوست ندارین با طرف باشون، فرقی براتون نمیکنه که اونم تو زندگیتون باشه و اصراری دارین که خام همه اینا رو تحویلش بدین و بچزونینش، خب بالاخره هر کدوم این جریانا یه پیامدی داره دیگه. آره اون آدم از دست خواهید داد، مدل برخوردتون یه مدل به خصوص خواهد بود که به هر صورت یک میگن یه رپیتیشنی هم از خودتون دارین با جان بله دارین تو میذارین تو یه دونه فضایی که همه شما رو اینجوری میشناسن. حالا اگر مدلی رو که خودتون رو دارین ابراز میکنید و دوست دارین که اونجوری شما رو بشناسن، هم خب پس دیگه میدونید. خانم دکتر یه گروهی هستن از بین ما آدما که مثلا همه کار رو میکنن بعد میگن دوستت داشتم که اینطوری گفتم، دوستت داشتم تو مثلا داد زدم سرت، این برخورد کردم، من که با همسایه که نمیشناسم و غریبه ها این کار رو نمیکنم که با تو کردم چون دوستت دارم. یعنی این دلیل و استدلالیه که میارن برای اینکه دوباره بتونه کنن اون سوراخایی که شما گفتین در اومده و جاش هست رو. یعنی نمیدونم، ما آدما خیلی پیچیده هستیم. من قبلا شایدم هنوز تو ذاتم اینطوریه، وقتی یه نفر خشمگین میشه، داد میزنه، حتی دروغ میگفت، حتی یه مسائلی ازش میدیدم که خیلی خیلی بد بود، سعی میکردم خودم برگردم پامو بذارم تو کفش اون و ببینم از چه دهلیزایی اومده جلو، از چه راههایی گذشته زندگیش، و درکش میکردم و هنوزم سعی میکنم اینطوری باشم و آروم میکردم خودمو. ولی بعد دیدم که اکثریت اینطوری نیستن، اصلا متوجه نیستن که یه آدمی مثلا درکشون کرده که سکوت میکنه، فکر میکنن متوجه نیست، سکوت از متوجه نبودن اومده و یه ذره پیچیده میکنه قضیه. قسمتی رو شما داشتین میگفتین که منو برد توی فکر و دلم میخواد اینو با هم اینجوری باز بکنیم. ببینید صدا بالا بردن یا نبردن اونقدر مسئله نیست که آیا کلماتی رو که من دارم به شما میگم، حرفایی رو که دارم میزنم به چه نیتی و چه جوری داره میاد. من ممکنه که خیلی با ادب، با صدای بسیار آروم، با کلمات بسیار شمرده و مؤدبانه بچزونم تا فی خالدون بچزونم و بتونم با این حالت انقدر تحقیرت کنم، انقدر داغونت بکنم که نفهمیدی از کجا خوردم. یه نفرم هستش که ممکنه آره از اون تپش قلبی که میگیره که فکر میکنه بابا یه کاری داری میکنی که نباید بکنی، میاد تازه بدنم اینجوری میکنه خانم نکن، مگه نمیبینی به ضررته، چجوری نمید بگم که نباید این کارو بکنی چون داغونت میکنه، به خودت برس، آخه تو خوبی، آخه اینی. آره ممکنه من با این حالت، این حالت من دلیل نمیشه که دست تو عصبانیم، متوجه این؟ یعنی این تشخیصی که آیا آره طرف عصبانیه، داره یک جوری با من حرف میزنه یا داد سر من میکشه که با اون دادش داره تحقیر میکنه، داره منو کوچیک میکنه، داره به ضرر من حرف میزنه و و و، اون مسئله است که مهمه تا این که آیا فقط لحنش داره میره بالا یا نه. چون این شما فهمیدین طرف میگه که من چون دوست دارم میگم، حالا اینو تشخیصه که آیا دوستی خال خیرسه است که آره تا میاد بزنه میدونی مگه سر میزنه و خودم داغول میکنه چون داره بخواد به تو رسیدگی بکنه، داره خودتم داغون میکنه که حالتی میگن دوستی خال خسر میگیره، یا اینی که نه خیلی ها رو من میشناسم، من جمله خودمم و خیلی از اطرافیان رو میشناسم که وقتی که مثلا احساساتی میشن راجع به یه چیزی که براشون خیلی مطرحه، مدل حرکت و بدنشون رو مثل ایتالیا یا پشنت میشه،
صدا بالا دست اینجوری میشه بالا بعد مثلا خب حالت عادی اگه شما ندونین چی میگه فکر میکنی عصبانی شده داره بد و بیرا به من میگه، ولی بعد گوش میدی میگی نه بابا حرفاش اتفاقا خیلی ارزنده است، خیلی طرفو داره بالا میبره، داره بهش احترام تازه نشون میده و میبره بالا. اینم من فکر میکنم تفکیک کردنش مهمه تو این جریان که متوجه بشیم که یه حال طنز این، ولی خب تو مدرسه پسرانه همیشه پیش می اومده و اینکه مثلا اون که آخر کلاس نشسته همه رو میبینه مثلا یه پشکله میزنه به جلویی، بعد تا میاد نگاه کنه میگه آخ، میگه بده بره، یعنی بزن به بعدی، همه هم میزنن تو به جلویی میرسه، جلویی کس رو نداره بهش بزنه. مثلا منظورم الان جامعه، خانواده ها، مسائل اقتصادی، دنیا، بیماری، یعنی خیلی الان ما آدم ها چیز شدیم، پیچیده تر شدیم به خاطر مسائلی که داریم و همینطوری داریم منتقل میکنیم به هم دیگه. یعنی کمتر میری تو سوشال میدیا که حالت خوب بشه، یه منظره جالب ببینی، یه فضای خوب ببینی، همش میبینی که یا سر رای گیری یا برای نماینده هاست یا برای اصلا آدم ها ریختن، کسایی که انتظارشون رو نداری، میگی جزء قشر تحصیل کرده جامعه هستن، اصلا انتظار نداری که این کار رو بکنی، میبینی دارن به هم بد و بیرا میگن و به هم ریخته است. یعنی واقعا کار شما روانشناسا الان خیلی سخت شده، با ما های باید چی کار کنی نمیدونم. یک اتفاق افتاده، خب من خودم توی امریکا 40 خورده سال من همچین تجربه رو نداشتم که ملت اینقدر اون فضا رو داشته باشن. یادمه تو ایران که بودی مثلا زمان قبل از انقلاب، حالا من بچه بودم اون موقع اونجا بودم، ولی بیشتر حس میکردی که حالت چند قسمتی همه با هم داشتن صحبت میکردن و هر کسی رنگ گردنش میزد بالا وقتی که قراج به اون مسائل قرار صحبت کنه. الان هم اسم میکنه که مثلا همه رنگ گردنش میزنه بالا وقتی که دارن راجع به مسائل روی امریکا صحبت میکنن و اینها خیلی تأثیر گذاشته روی ارتباطات و خب از همون ارتباطاتی که ملت ما مثلا در کنار هم نشستن دارن بحث میکنن، خب حالش رو اکستند کرده خود چون رفته توی سوشال میدیا، مثلا هر کسی هر چی دوست داره حالا تو سوشال میدیا بعد بیرا به هم دیگه میگه. ببین قاعدتا شرایط ما قرار بر اینه که ما بتونیم هم نظریات خودمون رو و کسانی رو که هم نوع ما فکر میکنن رو بشنویم، درک بکنیم، دلایل خودمون داشته باشیم و بتونیم نظریات بقیه رو بشنویم و با احترام بدونیم درک بکنیم، دیدگاه اونا رو درک بکنیم، پامون رو بزنیم توی کفشون. یه چیزی که مشخصه اینه که به هر صورت در فضایی که هستیم همه ماها داریم زندگی میکنیم. حالا اینی که من بگم چون تو داری همچه فکر میکنی حق به زندگی نداری یا حق حرف زدن نداری، یه کمی باز میدیم تو فضای خام بودن، یعنی چشمامو دارم میبندم. میدونی حالا ممکنه که دلم نخواد بگم، من با یه برخی از آدمایی که این مدلی فکر میکنن دوست ندارم که رفت و آمد بکنن و میتونیم قشر دوستانمون رو برگردونیم و به یک قشر کوچیکی که فقط هم نوع ما هستن و هم فکر ما هستن با هم دیگه رفت و آمد کنیم. همان که خیلی ها رو میشنوم که تا یه چیزی میگینن تو سوشال میدیاشون خوششون نمیاد طرف آنفالو میکنن، یه بد و بیرایی بهش میگن آنفالوش میکنن، بلاکش میکنن. خب این تنها کارش که ما یک باور به خصوصی داریم و دوست دارم که فقط و فقط با کسانی هم رفت آمد کنم که همین باور رو دارن، که این انعکاس حرف من بره از گوش اون دوباره برگرده تو گوش من و من در این فضا فکر کنم دنیا همین، همینه که برای خودمون این ایده رو داریم، همه آدم های اطراف من هم همین دارن، پس دنیا همین. میگم خب آره میتونم من این قشر رو داشته باشم که فقط با هم آدم هایی که دوست دارن این حرف رو بزنم. ببخشید نیست که مثلا من یه سری فارسی زبان رو کنار خودم بیارم بعد فکر کنم دنیا فارسی زبانه، نه، ولی حق دارم بگم من دوست ندارم انگلیسی یاد بگیرم، دوست دارم فقط فارسی زبان ها کنار خودم باشن، این انتخابه. ولی جایی که من فکر کنم دنیا یا فارسی بهتر برای تمام دنیا، اونجاست که من خودم محدود کردم. توی محدودیت منم که اون وقت خودم هم دارم سرش میکشم. الان شرایطیه که احساس های مختلف، ابعاد مختلف، نظری های مختلف، حتی اگر به فکر من و نظر من غیر منطقی تو منطق من جا نمی افته، ولی بعدش میتونم برای خودم سوال بکنم که چطوره که با اینی که برای من غیر منطقیه برخی از آدم ها هستن، نه برخی، یه گروه کوچیک هم نیستن، 50% این بری فکر میکنم، 50% مقدار کمی نیست.
یعنی الان ما در شرایط انتخابات شرایطی نداریم که بگیم هر کدوم از این گروه ها 90% رو داره، 10% دارن مثلا بالا پایین میپرن. این نیست، انقدر این فضا نزدیک به هم که خب چشمای منو باید باز بکنیم. من در مملکتی یا در دنیایی دارم زندگی میکنم که حالا فعلا این نوع تصور و فکر هم انقدر رایجه حالا ما بهش احترام بذارم. درسته خانم دکتر، ببینید من داشتم فکر کنم اینا همه حرفایی که دارین شما میزنیم ما استفاده میکنیم، یه جورایی اسمش اخلاقه، یعنی اینکه متوجه باشیم که من خودم خیلی خوشبینم به آینده، یعنی فاصله بین جنریشن ها نسل ها خیلی داره با سرعت تغییر میکنه. یه زمانی که مثلا ما بچه بودیم، من و مادر بزرگم و میگفتن خب از دو تا نسله، خب با 30 سال فاصله، 35 سال، 40 سال فاصله. بعد الان فاصله ها اینقدر کم شده برای تغییر دنیا و تغییر نگاه آدم به دنیا، که مثلا اگر یه دختری به دنیا آمده در یه خانواده، بچه بعدی که به دنیا میاد باز خیلی فاصله داره تا اون، یعنی 2 سال فاصله دارن، ولی میبینی اصلا یه چیز دیگه به دنیا آمده. یعنی آینده من فکر میکنم بچه ها تفاوت ها رو بیشتر میپذیرن. قدیما هی بیشتر مثل هم بودیم، حالا هی تفاوت ها بیشتر داره میریزه رو. و برای ماها که هر دو قبل از اینترنت رو نمیدونم بعدش رو دیدیم، یه کمی ما جنریشن نسل خودمون یه ذره سختمونه که این همه تغییر رو بپذیریم، ولی واقعیت اینه که داره اتفاق میافته و باید بپذیریم فکر میکنم. من فکر میکنم فضای سوشال میدیا این اجازه رو داده که آدم ها فقط و فقط توی فضای خودشون نباشن. مثلا با اینی که حالا اخباری که میشنویم راجع به سوشال میدیا اینه که هر چیزی که شما میذارین بیرون باز خودتون پرت میکنه برمیگرده، در نتیجه این ابهام هستش که آدم های دنیا مثل شما فکر میکنن. ولی به هر صورت میبینیم تک و توکی آدم های هستن که میان توی سوشال میدیا ما، یا ماها میریم توی سوشال میدیا اونها، که میبینیم ایده های دیگر رو دارن به ماها میگن. بعدی ما همچین شانسی نبود، شما خانوادتون و 4 تا دوستتون اگر یه مدل به خصوصی فکر میکردین، فکر میکردین دنیا هم همینه. امروزه به خاطر اینی که تمام این اطلاعات هستش که خیلی یه دفعه برادم باز میشه که واو، مثلا این ایده ها هنوز هست و این ایده ها بعد از این همه سالهایی که میدونید تمام دنیا زجر کشیده تقاص پس داده، تا اینی که بتونه خودش رو مثلا از یه فضای دیکتاتوری ببره به آزادی. هنوز هم مملکت هایی هستن که دارن کشته میدن که فقط آزادی رو دست بیارن. بعد یواش یواش چجوری دوباره آزادی اصلا گرفته میشه و داره آروم آروم برمیگرده به فضای دیکتاتوری. بعد میدونی در عجب میمونی که واو، مثلا این همه که کشته دادن که آزاد بشن و دموکراسی داشته باشن، چجوری دوباره مثلا فضا برگشته. ولی خب اینم مسیر جالبیه که داریم نگاه میکنیم که چطور زمان برای خودش میدونی مثل یه پاندولی از یه جایی به یه جایی دیگه. شاید برای من عجیب غریب باشه که این همه آدم ها زحمت کشیدن و من توی زندگی خودم این رو دیدم که چطور ممکنه. ولی خب یاری از روشن فکران ما که خودشون لحظه زحمت کشیدن که از یک فضایی که بلند شدن که فکر میکردن دیکتاتوریه، بلند شن که بخوان چیز و برن در ممالکی زندگی بکنن که آزادی رو دارن تجربه میکنن، همون روشن فکرها با قلدری کامل همه اونا رو میزنن کنار و دوباره دارن مسیری رو آروم آروم میرن جلو که به نظر همون فضا میاد. پس تو میپرسی از خودت که مگه میشه همچین چیزی؟ خب داره میشه. این نگاه کردن به این مسیر علامت سوال گذاشتن به نظر ماها خیلی مهمه که خب دوباره قراره چه پیامدهایی برای ماها بیاد، چه بهایی قراره خودتی به پردازه برای این نوع تفکر، جلوی ما همون هست. ولی این خیلی خیلی این خشم هست. یه قسمت دیگرش هم هستش خانم سروش، و اونم اینه که ببینین یه زمانی فضا ایجاب میکنه که شما با ادب، با تربیت، با نزاکت، با احترام و عقاید دیگران ارزش بدید. یه زمانی شرایط هم جوری هست که وقتی که شما میبینی که حالا پدرت، پدر بزرگت، خانوادت
آدم بزرگای خانواده که قراره مثلا فضا رو نگه دارن، رئیس کمپانی که قضای فضا رو کنه، فرهنگ خانواده یا کمپانی یا مملکت هر جایی رو میبره در فضای تحقیر و فحاشی و نمیدونم داغون کرده. خب بعد به بقیه هم این اجازه رو میده که اون قسمتی از خودشون که قرار بوده بالغ باشه رو زندگی نکنن، و قسمت هایی میگم مثلا بچگونه و تینیجر خودشون رو که مثلا تو مدرسه من دیگه دعوا میکردیم سنی 12-13 سالگی، مثلا یه نفر میاد رد میشد، میدونیم مثلا تو دبستان هم میکنم میکنه بچه ها من دیگه رد میشه میگه که چه میدونم چاقی زشتی اینجور چیز مثلا درسته قسمت های کانمون داره رفتارها رو به انجام میده. درسته خانم دکتر، من تو تمام صحبتامون در طول این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم دارم فکر میکنم همه چیز داره با سرعت تغییر میکنه و نوع اسارت ها متفاوته. سلاحی که به کار میبرن یه روزی تفنگ از رو بوده، الان با سوشال مدیا و مقولن هوشمند و هوش مصنوعی که داره به وجود میاد و اینا دارن انسان ها رو کنترل میکنن، ولی یک عنصر ثابتی هست برای همه ما آدم و حتی نسلهای آینده و اون حالا اسمش حالا روح بخوایم نذاریم روان ما هست، ذهن ما هستش و نیاز ما به محبت و عشقه که این فکر نمی کنم تا انسان وجود داره از بین بره و تنها با این سلاحه که میتونن آدما به آرامش برسن، یعنی ازش استفاده کنن. تمام پیشرفت ها جدا، تمام دیکتاتوری اینا هستش، ولی این حرفایی که شما بعضی وقتا میزنید واقعا از عشق و محبت و با هم بودن، من فکر میکنم تنها راه حل ما باشه. این با هم هستیم، جایی نمیریم، یه کره زمینه، هم تو هم و هم مثلا سر این جریان بیماری نشون داد که شما جدا از هم نیستی، شما به قلص هم حرف میزنی، مسئولی که برای دیگر رو داری مریض میکنی. اینجا آیا با همین با همین؟ اینی که فقط فکر میکنیم با هم نیستیم یک انکاریه که بیشتر بیمارگونه به نظر میاد. میدونین اینی که من فکر کنم من و تو با هم متفاوتیم یا دوگانه ایم یا دو تا بخشیم که گرفتاری داره به وجود میاد، بکنم همه با همین یه جا داریم زندگی میکنیم، یک فضا رو داریم استفاده میکنیم و از یک نوع ریسورس هایی داریم استفاده میکنیم، و اگر این تیکه رو حواسمون باشه دست به دست هم میدیم، هم دیگر رو بالا میبریم، نمیدونیم به هم مهر میدیم، عشق میدیم، تو فضا زندگی میکنیم. فکر میکنیم تو مثل من نیستی، تو یکی دیگه ای هستی، تو از اونایی، از ما نیستی. وقتی که از ما نباشی پس حالا من حق با خودم میدم که به سنگ پرتاب کنم، تیر پرتاب کنم، فهمشی پرتاب بکنم و تو رو از خودم دور بدونم و فکر بکنم که چیزی که به نفع منه باید به ضرر تو باشه و چیزی که به نفع توه باید به ضرر من باشه. مثلا داشتیم صحبت میکردیم با یکی از دوستانی که بسیار بسیار کمپانی خیلی زیادی دارن و متمول هستن و میگفتش که من دوست ندارم که اینا میخوان تکسای ما رو زیاد بکنن که این اتفاق بیفته و و و اصلا چرا من باید به اون کسی که افتاده توی خیابون مثلا چیزی بدم. گفتم حق داری، اون چیزی ندی، ولی خب بدون که اون شهری که داری زندگی میکنی به هر صورت اونی هم که هی دونه دونه میفته تو خیابون میاد دم خونه تو داره میفته تو خیابون، حالا فردا وقتی که قرار از قصرت بیای بیرون باید روی اینا را بری و بری جلو، چون اینا هم تو همون جا داره حالا یا میتونی به اینام رسیدگی بکنی یا اینکه میتونی از روشون رد بشی هی فرار بکنی از اینی که واقعیت وجود داره. اینی که از واقعیت وجود داشتن ما انکار میکنیم، انگار وظیفه من نیست، بس یکی دیگه هست که بقیه رو جمع کنه. خب کسی رو جمع کنه؟ خدا میکنه. واسه همین وقتی که این رو نگاه میکنیم خب میتونیم که اون مهرتون رو پخش بکنیم که اون مهر شما که داره پخش میشه به خودتون هم برگرده، میتونیم خیر خودتون رو پخش بکنیم خب اونم با بر بگرده، برقی نمی کنی. یعنی میدونین میگن بهش و جهنم هم اینجاست، شخصیتش هم اینجاست، داری جلو چشت میبینی برقی نمی کنه. میدونین یعنی اگر که تو اون فضا رو به وجود میاری بعد گروهی که یک دفعه بلند میشه و میاد سراغ ما و حالا میگه که من قرار اینها رو عوض بکنم و میخوام برم توی بیورلی هیلز بودی سری داشتن میخوندن که آره پس ما کسانی که پول دارن رو باید بریم بخوریم، باید بریم بکشیم، ما که غذا نداریم پس اینا رو، و بعد ترسیده بودن اینا هم خواستن فرار کنن. ببین
میتونی اینم اینجوری نگاه کنی که بالاخره وقتی که رسیدگی نشه به یه گروهی در مملکت، خب اونا تعدادشون زیاد میشه، بعد شما میشین گروه کوچیک‌تره، خب برای اونا میان دنبالتون. ببین یعنی مسئله فیسا میشه قرار بکنم، مسئله مشخصه، مثل یعنی خب من نمیخوام نگاش کنم، من نمیخوام، پس پشت برو محدود میشی. آره محدود میشی، زندان میشی. خانم دکتر یه فیلمی رو من دیدم که این همین صحبت که شما میفرمایید، یه رستوران رو به عنوان یک زندگی گرفته بود به عنوان کره زمین، دوربین مخفی بود، بعد یه مادری برای تولد، همش هر سه هم بازیگر بودن، دو تا بچه بودن با مادرشون، اومده بودن سر میز نشسته بودن، بعد یه پیس پیتزا رو گذاشته بود وسط و میگه من برای تولدت ندارم کاری بکنم، فقط هم یه پیس رو داریم که هم یه قسمت پیتزا هست که باید سه قسمتش کنیم، خودتو مثلا خواهرتو من با هم بخوریم. بعد اون بچه هم همجوری ناراحت بود، میگه آخه تولد من فیر نیست که من، همجوری بلند بلند با هم صحبت میکردن، میخواستن عکس العمل میزای کنار رو ببینن، نشون میداد که افرادی که بهترین غذاها جلوشون بود از گلوشون نمیتونست بره پایین، یعنی حالشون بد شده بود اینا رو میشنیدن و همه هم عکس العمل خوب نشون دادن، جدا جدا ازشون فیلم گرفته بودن، مثلا یه خانواده بودن اومدن مادر رو کنار کشتن $100 دادن، یه خانواده گفتن ما میز تو حساب میکنیم، یعنی امکان نداشت که یه نفر رو مثلا عکس العمل منفی نسبت به اینا نشون بده و همه داشتن کمک میکردن. این نشون میده هنوز انسانیت هست، هنوز عشق هست، هنوز محبت هست، منتها تو پستوهاست و این گردگیری احتیاج داره که هممون ازش صحبت کنیم تا بیاد و دوباره کمک انسانیت بکنه. نه فضای خصوصی، یعنی انسانی نیست، انسانی نیست، همینشو خصوصی باشیم صحبت میکردیم، خود این اشخاص ممکنه 10 تا خانواده دیگر رو داشتن ازشون رسیدگی میکرد و انسانی نیستش که اون رو نخواد که به کسی کمک نکنه. خیلی هستن که به جایی که فکر کنن که دارن حالا مالیاتشون رو میدن، دارن از این طرف به مباعدشون، جایگاه مختلف NGO ها، چه میدونم مسجداشون، کلیساشون، کنیساشون دارن میدن که از اون شنی، این نیستش که فضای بخشش رو ندارن، ولی انگار که قسمت بخششون رو دارن انتخاب میکنن که من دوست دارم اینجا پول بدم به جایی که اینجا پول بدم، دوست دارم به این خانواده کمک کنم به عنوانی که به عنوان سبت کمک کنم، به اینا انتخابای آدم ها به چه میکنن. ولی خب اونجاست که به نظر من این انتخابای متفاوت رو میتونیم ماها نگاه کنیم، بیر بسنجیم و ببینیم که چجوری کاربرد بزرگترش داره کار میکنه، یا اینی که از یه دیدگاه کارایی نداشته باشه، و یا اینی که حداقل اگه کاربرد همه رو، همه قسمت ها رو بفهمیم، شاید بتونیم با هم دیگه سر میز بشینیم و اینا رو جدا جدا جوری از در بیاریم که بره جدا، با اینی که هی بعد و بیرا. خانم دکتر از خشم شروع کردیم، رسید به عشق و محبت، و من که ازتون خیلی یاد میگیرم مثل همیشه، یه جمله آخرم بگیم که دیگه وقتتون رو نگیریم، خدافظی بکنیم. من فکر میکنم تو از خشم رو کردیم باز نگاه کنیم که آیا یک پیام خشم من چیه و اون رو بتونم چجوری جوری مطرح بکنم که هم به من رسیدگی بشه، هم به شرایط، هم به اشخاص متفاوت، و دو اینی که شاید انتخاب کنم که خشمگین نمونم، میدونی خشم رو به عنوان یک پیام داشته باشم، حلش کنم، بعد برم توی فضای مهرم بمونم. تو خشم تو زندگی خود من، تو بدن خود من موندنش کارایی نداره، پیامیه که باید پیامو بگیرم ولی موندنش کارایی نداره، و بعد بتونم این خشم رو رها بکنم، خودم ببرم تو مهر خودم و هر کاری که هست، چه قرار از خودم نگهداری کنم چه از دیگران نگهداری کنم، از جنبه مهرم این کار رو بکنم، چون پیام خشم رو شنیدم که باید از خود نگهدارم. من رسیدم به پذیرش. وقتی بپذیریم اون چه که بر ما داره وارد میشه، حالمون خوب میشه. تا نمیپذیریم همجوری جنگه توی وجودمون، واقعا همینطوره. مرسی خانم دکتر از زمانی که در اختیار ما و بینندگان و شنوندگان خوب قرار دادید. ممنون.